مبحث بعدی ریلیشنال هست. همونجوری که میدونین اسکیولات یه دیتابیس ریلیشناله و توی ریلیشنال خیلی میتونه به ما کمک بکنه. حالا ما برای اینکه ریلیشنال رو توی روم تعریف کنیم چیکار باید بکنیم؟ اول با یه مثال وان تو منی رو مثلا میخوایم توضیح بدیم. فرض میکنیم یه دیتابیسی داریم که یوزرها و سیم کارت‌ها رو قراره بر ما ذخیره بکنه. هر یوزر میتونه چند تا سیم کارت داشته باشه. یه سری یوزر داریم که هر کدومشون چند تا سیم کارت داره. کاری که حالا دو روش برای پیاسازی ریلیشن‌ها تو روم هست. اون روش اصلی رو من خودم استفاده نمی‌کنم و اینجا هم زیاد توضیح نمیدم راجع بهش. این روشی که الان می‌خوام توضیح بدم روشی که خودم استفاده می‌کنم و به نظرم تمیزتر و راحت‌تر. کاری که میام می‌کنیم ما خب اینجا مطمئناً یه تیبل یوزر داریم، یه تیبل سیم کارت داریم و بین این دوتا میخوایم ریلیشن داشته باشیم. تیبل و یوزر رو به همون حالت عادی تعریف میکنم من که یه آیدی داره، یه آیدنتیتی نامبر داره برای یوزر که مشخص میکنه چه شخصیه، مثلا شماره ملی، یه نام نیم داره. و حالا توی تیبل سیم کارت میام چیکار میکنم؟ میام یه جدا از بقیه چیزایی که تعریف کردم که یه کالمن آیدی داره، نامبر داره، سریار داره، یه یوزر آیدی هم مشخص میکنم و بعد ریلیشنم رو با فارین کی ها هندل میکنم. اینجا یه فارین کی درست کردم که از انتیتی یوزر استفاده میکنه، پرنت کالمزش آیدیه و چایلد کالمزش هم یوزر آیدیه. اینجا ما دو تا تیبل داریم، تیبل یوزر و تیبل سیم کارت. میایم ریلیشنال داخل تیبل سیم کارتمون ذخیره میکنیم، یعنی برای هر سیم کارت یه دونه یوزر آیدی در نظر میگیریم که این یوزر آیدی مربوط میشه به تیبل یوزرمون و مربوط میشه به اون یوزر خاص. و حالا داوای اون تیبل ها رو هم به همون صورت عادی تعریف میکنیم، به غیر از داوای سیم کارت داو که برای اینکه بر اساس یوزر آیدی بتونیم لیست سیم کارت های یه نفر رو بگیریم، یه همچین کوئری من تعریف میکنم که از تیبل سیم کارت اونجایی که یوزر آیدی ها هست رو بگیره. مثلا یه یوزر آیدی خاص رو بهش میدم و سیم کارت های لیست سیم کارت های اونو میگیره. حالا ریلیشن بعدی منی تو منیو اگر بخوایم تعریف کنیم چطوری باید تعریف کنیم؟ بازم اینجا من از همون فارنکی استفاده میکنم. اینجا دیگه فارنکی ها رو داخل خود تیبلات ذخیره نمیکنم، یه تیبل جدید میسازم. خب تیبل آتر اینجا مثال نویسنده و کتاب رو میزنیم. هر نویسنده میتونه چند تا کتاب داشته باشه، هر کتاب میتونه چند تا نویسنده داشته باشه. حالا اینو چجوری بخوایم چجوری پیاده میکنیم؟ تیبل آترم رو همونطوری که عادی، انگار که مثلا هیچ ریلیشن نداره، همونجوری تعریف میکنیم. تیبل بوکمون هم همونطوری، هیچ چیز اضافه‌ای داخلش نداره و میام یه تیبل جداگونه‌ای در نظر میگیرم برای ریلیشن ها که اسمشو میذارم آدر بوک جوین و کلن دوتا فیلد داره، یه دونه آدر آیدی داره، یه دونه بوک آیدی که هر آدر رو میاد به هر بوک وصل میکنه. و برای فارنکیاش دوتا فارنکی تعریف میکنم، یکی فارنکی که از آیدی به آدر آیدیه توی این تیبل و یه دونم از آیدی بوک به بوک آیدی که داخل این تیبل هست. این باعث میشه که ما بتونیم این ریلیشن ها رو هندل بکنیم. و حالا چجوری میام داوشو درست میکنم؟ یه دونه حالا اینسرت و آپدیت و دیلیت که کاری نداریم. وقتی من مثلا میخوام لیستا رو بگیرم، یه دونه بوک آیدی میدم، میخوام مثلا یه دونه بوک آیدی دارم، میخوام لیست نویسنده هاشو به دست بیارم دیگه، بوک آیدی رو میدم و بعد تو اون کوئری جوین میزنم که لیست آدرا رو به من برگردونه. اینجا بوک آیدی رو میدم، لیست آدرا رو میخوام، اینجا آدر آیدی رو میدم و لیست بوکار میخوام. حالا کوئری هامون چجوری میشه؟ من اومدم از چون لیست آدرا رو میخوام از تیبل آدر سلکت کردم و بعد جوین کردم با تیبل این و جایی که بوک آیدیم با بوک آیدی این تیبل برابره.
و این لیست آدرا رو به من برمیگردونه. حالا توی کوئری پایینی هم اومدم از تیبل بوک سلکت کردم و از اون بر لیست بوک ها رو برگردوندم دیگه. حالا اگه بخوام اینو استفاده بکنیم چجوری استفاده میکنیم؟ آدرمون رو اینسرت میکنیم، بوکمون هم اینسرت میکنیم و بعد بعد اون جوینشون هم اون رابطه شون هم اینسرت بکنیم و آیدی هر کدوم رو میدیم توی اون تیبل ذخیره میکنیم تا بعدا ریلیشن ها رو بتونیم از طریق اون هندل بکنیم. خود روم که حالا لیست ها رو هم همینطوری میگیم، خود روم ریلیشن ها رو با ات ریلیشن مشخص میکنه که به نظر من یکم کار رو سخت‌تر میکنه و من خودم ازش استفاده نمیکنم. بحث بعدی بحث مایگریشن هاست، آپدیت های دیتابیسمون. اونجایی که من تیبل پروداکتم رو یه فیلد پیکچر بهش اضافه کردم و بیت مپ داخلش ذخیره کردم، اونجا تیبل من تغییر کرده، اسکیمای تیبل من تغییر کرده و این باعث میشه که دیتابیس نیاز به آپدیت داشته باشه. وقتی که کاری که حالا روم خودش انجام میده، یه تیبل روم مستر اسکیولایت داره که هر ورژن از دیتابیس شما رو میاد یه دونه کد هش ازش میگیره و توی اون جدول ذخیره میکنه، توی اون تیبل ذخیره میکنه و بعداً هم اینکه اسکیمای شما تغییر میکنه یا نه رو نسبت به اون هش کد میسنجه، یعنی دوباره میاد برای تیبل جدید این دیتابیس جدید اون هش کد رو به دست میاره و چک میکنه که آیا مثلا این هش کد با قبلی برابر هست یا نه و اینجوری میفهمه که مثلا اسکیمای پروژه شما دیتابیس شما تغییر کرد. حالا ما برای هندل کردن دیتابیس ها چیکار کنیم؟ تو همون مثالی که من فیلد پیکچر رو اضافه کردم، اولین کاری که میکنیم، اولین اروری که به شما میده اینه که میگه دیتابیس شما تغییر کرده و ولی ورژن دیتابیستون ثابت مونده، اینو ورژن رو ببرید بالا تا این مشکل حل بشه. خب ورژن رو 100% باید یه دونه افزایش بدیم و بعد از اون هم باید مایگریشن ها رو اد کنیم. اینجا من اومدم مایگریشن 1 به 2 رو اضافه کردم و حالا این مایگریشن ها چجوری اضافه میکنیم؟ اینجوری مایگریشن ها رو اینطوری تعریف میکنیم و اینجا داخل تیبل، داخل بادی این متدی که اوررایت کرده یه دیتابیس به ما میده، یه اینستنس دیتابیس بهمون میده، از اون بعد برای هندل کردن کارهایی که توی اون مایگریشن انجام دادیم استفاده بکنیم. خب من یه دونه کالوم به نام پیکچر اضافه کردم که حالا اونجا نوشتم alter table product add column picture blob و این مایگریت های ما رو هندل میکنه. حالا اگر بازم مایگریشن داشته باشیم اینجا دونه دونه تو ادامه این دونه دونه مایگریشن هامون اضافه میکنه. حالا چجوری اصلا مایگریشن ها رو هندل میکنه؟ وقتی مثلا مایگریشن ما زیاد میشه چه اتفاقی میفته؟ مثلا توی این مثال من 5 تا مایگریشن دارم تا شماره 5، تا ورژن دیتابیس شماره 5. حالا فرض کنیم مثلا بین این لیست مایگریشن هایی که اینجا هست، از اگر بخوایم از ورژن 1 بریم به ورژن 5 چه اتفاقی میفته؟ کاری که روم انجام میده اینه که میاد کوتاه‌ترین مسیر رو انتخاب میکنه برای رسیدن به اون ورژن دیتابیس. اینجا ما از 1 به 2، 2 به 3، 3 به 4 و 4 به 5 داریم، یه دونه پایین 2 به 5 داریم که 2 به 5 هم تعریف کردیم. اینجا روم نمیاد که دونه دونه از 1 بیاد به 2 بعد 3 4 و بعدش برسه به 5. اینجا میاد یه دور از 1 میاد به 2 و از 2 میره به 5، میاد کوتاه‌ترین مسیر رو برای آپدیت کردن دیتابیس انتخاب میکنه. کار دیگه که رو با روم میتونیم انجام بدیم تست کردن مایگریشن هاست، اینکه تست کنیم که آپدیت هامون درست انجام شده یا نه. برای این کار از مایگریشن تست هلپر استفاده میکنیم. این
مایگریشن تست هلپر میاد برای ما یه ورژن خاص از دیتابیس رو برامون میسازه. که حالا من اینجا مثلا 1 به 2 رو که میخواستم تست بکنم یه از مایگریشن تست هلپر استفاده کردم و دیتابیسمو توی ورژن 1 ساختم. این اینستنسی که اینجا از ساپورت اسکیول دیتابیس میده ورژن 1 دیتابیس منه. و بعدش میام یه سری حالا ادامه شو اگه بریم جلو این با این خط کد ران مایگریشن اند والیدیت که بازم مربوط به همون مایگریشن تست هلپره میاد دیتابیس رو آپدیت میکنه و تست میکنه که بر اساس اون اسکیمای دیتابیس رو تست میکنه که این مایگریشن درست انجام شده یا انجام نشده. این تست خودش انجام میده. ولی کاری که مایگریشن تست هلپر بر ما انجام نمیده این که آیا اطلاعات هم درست منتقل شده یا نه، که اونو باید خودمون چک بکنیم. که من قبل از توی ورژن 1 یه سری دیتا رو اینسرت کردم، دیتابیس رو بستم، بعد مایگریشن انجام دادم و بعد از مایگریشن دوباره اطلاعات رو گرفتم و این پایین تست کردم که آیا اطلاعات هم درست منتقل شده یا درست منتقل نشد. حالا اگر بخوام یه مقایسه‌ای بکنیم بین ORM ها، من خودم با گیرین داو و روم کار کردم و خود اسکیولایت، اولین موضوعی که هست موضوع API شونه. بین مثلا گیرین داو و روم جفتشون API خوبی دارن، فقط تنها نقطه ضعف که به نظر من روم داره توی ریلیشن هاست که نسبت به گیرین داو خیلی دردسر داره، خیلی سخت میشه این کار انجام داد. که حالا اونم خود گوگل باز توضیح داده که چرا مثلا این کار انجام داده، ولی باز برای ما خیلی سخته. بحث بعدی سایز این هاست. مثلا بین گیرین داو و روم یک کتابخونه خیلی کوچیکه، کلن 300 تا متد داره و حجمش هم وقتی به پروژه اضافه میکنیم حدوداً 50-60 کیلوبایته. اما گیرین داو یه مقدار حجمش بیشتره به خاطر یه سری چیزهای دیگه که اضافه تر داره و حدوداً فکر میکنم حجمش 140 کیلوبایت هم چیزایی باشه. اما از نظر پرفورمنس اگر بخوایم چیز کنیم تقریبا به نظر من، تجربه شخصی من، تقریبا فرق زیادی وجود نداره بین روم، گیرین داو و اسکیولایت. با توجه به اینکه وقتی مثلا شما از خود API اسکیولایت استفاده میکنید 100% سرعتتون بیشتره، یعنی یه مقدار تفاوت هست ولی اونقدر این تفاوت رو نمیبینید شما که مثلا بخوایم به خاطر پرفورمنس مثلا گیرین داو رو انتخاب کنی یا روم یا اسکیولایت رو. ولی یه تفاوتی بین گیرین داو و روم هست، این که گیرین داو از یه سیستم کشی استفاده میکنه که وقتی شما اطلاعات رو یه بار از دیتابیس میگیرین یه دفعه دوم اطلاعات رو از دیتابیس نمیگیره، از اون سیستم کش خودش لود میکنه و این باعث میشه پرفورمنسش بعضی مواقع خیلی بالاتر بره. اگر سوالی هست من دارم. گیرین داو مثل روم لایف سایکل دیتا سینر چی؟ لایف سایکل دیتا هست گیرین داو نه؟ این پروسه پس نمیشه حتی با لایف سایکل دیتا باشه؟ فکر نمی کنم مشکل توی استفاده از لایف دیتا با گیرین داو باشه. نه یعنی خود گوگل هم یعنی اینو باز گذاشت که شما اگر نخواستین از روم استفاده کنین بقیه آرکیتکچر کامپوننت ها رو با دیتابیس با ORM ID بتونید استفاده کنید، مشکلی پیش نمیاد. تست نکردم خودم ولی فکر نمی کنم مشکلی باشه. اصلا اینکه خیلی به نظر من طراحی ما خیلی شیگرا نبود، کجا نبود در واقع. اونجا که میگم هر کاربر من این سیم کارت داره، من مثلا تو بگم این سیم کارت یه دونه رابطه تکی بزنه به خود سیم کارت، به آبجکت سیم کارت، نه به حالا فیلد آی دیش. چون اگر هم مثلا من بلد این پاید اینزرت بکنم، اگر اون که رو فعال کرده باشم پاید رو که من نمیدم بهش که بکنم در رفت بگم حالا برو یک و دوباره اینزرت بکن ریلیشنش رو بزن. این بلدهای بوده توی اون این قواره بودنش یکم میرنگه این بار نبون ریلیشن بله
نکنید ریلیشن ها رو خود روم با اتریلیشن هندل میکنه و اگر با اتریلیشن رو استفاده بکنی این مشکل رو دیگه نداره. یعنی یه انوتیشن اتریلیشنه که اونجا مشخص میکنید فیلدار رو یه انتیتی رو پرنت و چایلد میگیره، پرنت آیدی و چایلد آیدی میگیره و اینا رو خودش هندل میکنه. این روشی بود که من خودم استفاده میکنم. من اصلا اون روش ریلیشن رو توضیح ندادم چون مثلا برای منی تو منی خیلی کار سخته از این میشه که من الان انجام دادم. من خودم از این روش استفاده میکنم. اما اگر از اون ریلیشن استفاده بکنیم این مشکل حل میشه. اما بازم به قدرت گریندام نیستش توی ریلیشن ها. نه نه رفرنس نمیتونید اصلا بگید. نه نمیتونید این کارو بکنید. اینو راجبش هم توضیح داده که چرا نمیتونید این کارو بکنید. توی داکیومنتش هست میتونید بخونید. اما کاری که میکنه اون همین کارو انجام، یعنی همین تقریبا فارنکی میشه، یعنی یوزر آی دی اینجا میذاره ولی دیگه شما دیگه نیاز به آی دی نداری، آی دی رو خودش میگیره و این سر چی رفرنس میشه اضافه کرده. آره ببین داو یه انوتیشن تو منیو بگم کلا گرین داو ریلیشن ساپورت میکنه، روم ساپورت نمیکنه ریلیشن. یعنی حتی انوتیشن ریلیشن هم یه انوتیشن واقعی نیست، در واقع رو کوئری که میزنه خودش یه کوئری اضافه میزنه و حالت ترانزکشن اون ریلیشن ها رو فچ میکنه و یعنی هیچ ساپورت واقعی نمیکنه که حالا تو اینزرت تو دیلیت به ریلیت هیچ کدیم از این ریلیشن رو ساپورت نمی کنه. یه مشکل خیلی بزرگی که روم داره شاید بهتر سمتش نرید اگه میخواین از این استفاده کنید که کلن ریلیشن وان تو وان رو ساپورت نمی کنه تگ ریلیشن فقط یک لیست رو ساپورت میکنه یعنی حالت هر آتور مثلا چند تا بوک داشته باشه یه مشکل خیلی جدی دیگه خود روم داره اینه که وقتی شما جوین میزنید چون دیگه چیزی مثل پروژکشن نداره که بیاد اون کوئری و اون کالما رو تبدیل کنه به پوجو، شما فقط جوینتون رو میتونید به حالت یک آبجکت پوجو که نهایتاً توش چند تا آبجکت دیگه هست و تگ ریلیشن هم فقط روی لیست هست کوئری بزنید، جوین بزنید، در حالی که توی گرین داو چون خودش به صورت پیش‌فرض وان تو منی، منی تو منی، وان تو وان همین را ساپورت میکنه، چون وقتی کوئری میزنید کل دیتا رو خودش فچ میکنه، یه لازم نیست آبجکت های پوجو جدا تعریف کنید واسه فچ کردن دیتا. این وسط هم یه نکته که زیاد بحث شد که چرا روم این کارو نمیکنه، من خیلی خلاصه فقط بخوام بگم توی خود گرین داو اگه کار کرده باشید وقتی که یه ریلیشنی دارید میخواید دیتا رو فچ کنید در واقع با جوین دیتا رو فچ نمیکنه، اول میره اون آبجکت پرنت رو میخونه، وقتی که میخوان حالا دسترسی داشته باشید به اون ریلیشن‌هاش، حالا اون مثلا لیستی از کتاب‌هاش، دوباره یک کوئری جوین میزنه میره اون آبجکت‌ها رو میاره، واسه همین این سوء تفاهم ایجاد میشه که آبجکت از اول لود شده، در حالی که وقتی شما تازه میخوان آبجکت‌های ریلیشن رو بخونید این کوئری زده میشه، این باعث میشه که یوآی کند بشه، لگ بشه، ANR مشکلات نات ریسپاندینگ بر بخورید. اینه که روم کلا اینو برداشته گفته من اصلا ساپورت نمی کنم ریلیشن رو تا این مشکل پیش نیاد. خود گرین داو هم توی نسخه اخیرش یه چیزی به اسم حالت دیپ کوئری گذاشته که وقتی با دیپ کوئری شما یه آبجکت رو فچ میکنید میره و ریلیشن هاش هم همون موقع فچ میکنه، دیگه به صورت لیزی منتظر نمیشه وقتی شما اون ریلیشن ها رو میخواین تازه بره فچ کنید. این قضیه ریلیشن. یه بحث دیگه که حالا من خودم یادم رفت بگم که چرا از این روش برای ریلیشن ها استفاده میکنم نکنین وقتی شما با فارنکی ها ریلیشن تعریف میکنین اینجا یه آن دیلیت و آن آپدیت میتونید بذارید که وقتی که من پرنتش رو دیلیت میکنم چه اتفاق واسه چایلد بیفته، که مثلا اگر آن دیلیت کسکیت باشه اینجا میاد چایلد رو آن دیلیت میکنه، یعنی اگر پرنت دیلیت بشه چایلد رو هم دیلیت میکنه، برای همین من از این روش استفاده میکنم. ولی خب توی ریلیشن ها همونجور که گفتن یه همچی چیزی وجود نداره دیگه. سوالی اگر هست دیتابیس روم
نه چون اصلا سیستم کش نداره. یکی اینکه سایکل اینا داره یعنی اصلا میشه مثل گیلو میتونید یه لایبری من دیدم که بله نوشته بودم اوپن سورس بود نوشته بودن که میتونستید از اون استفاده کنی اسکیل سایفر رو با روم در واقع ترکیب میکرد میتونستید از اون استفاده کنی. ابزارورد گفتی نمیشه استفاده کرد منظور ابزارورد ایچوبه دو ایک نمیشه استفاده کرد زمانی یک رو کلا ساپورت میکنی که بخواه استفاده نه درست هم یکی دیگه این که توی لایف دیتا گفتی اگه بگیری خودش میره چیز میکنه توی ایچوبه به خودت اسکیجولده شدش بری لایف دیتا خب من زیاد رو لایف دیتا کار نکنم میشه بود لایف دیتا داد زد مثلا مپ زد فیلتر زد از این کار اگر درسته انقدر کامل همه اوپریشن های آریکس جاوا رو نداره فقط مپ و یه دونه دیگر رو داره بقیه رو میتونی خودتون بنویسید. سوال اینه که وقتی این آپشن اینو نداره که من هم تو مسیر اسکیجول رو عوض کنم الان من این مپ بزنم یعنی تو ترد آی او میاد مپ من انجام میده چون گفتید هر میره خودش تو میره اونجا بعد بعدی میره رو اندروید یعنی اینکه دو تا حالت داده یا آی او یا اندروید یعنی مپ من یاد داره رو اندروید انجام میشه مپ تو زمین شاد من میخوام برم تو کامپیوشن نه این ابزرو رو روی چیز انجام میده تا قبل از اون تو بک‌گراونده تو اون موقعی که داشتم بک‌گراوندش معلوم تو کدوم بک‌گراوند ولی الان حساب الان فقط مپ و سویچ مپ رو ساپورت میکنه حالا گفته تو آینده نه من بیشتر سوالم تردی میشه اسکیل رو باشه من از تردی میشه دیتای من ندیدم راجع به این توی داکیومنت باشه بعد حتی فکر کنم نیازی نداره ولی با لایف سایکل میتونیم تست بزنیم مثلا روی دیتا بریس مثلا نیازی هست فکر کنم که نیاز میشه نمیتونی مثلا بهش بگه اکتیویتی من چرخید وسط ریکوست دادم میتونید با اسپرسو تست بکنید برای یو آی اون رو بده یو آی یه اون شکلی که مثلا دلیل اینکه اومدم سمت گریندو این بود که همیشه مشکل داشتم سر تکرار ساختن و اینتیگریت کردنش با دیتابیس هم و همون ساختن هلپر رو از گریندو یه جنریتور ارائه داده بود خیلی خوشم اومد ازش یعنی کلاس ها هم می‌نوشتم خودش هم مثلا توضیح میدادم انتیتی ها رو توضیح میدادم بعد هم آتو اینکریمنت رو تمام این رو توضیح میداد و آخرش یه دونه چیز میکرد کلاس های کجا رو برامون جنریت میکرد داره همچین چیزی یا خودمون دقیقا باید بیایم انوتیشن بزنیم حالا یه سری چیزها رو براش بنویسیم خودمون دستی باید خیلی مثلا اگه دیتابیسی که مثلا 10 تا اینا تیبل داره خیلی وقت گیر میشه اگه بخوایم هم خودی کلاس رو بنویسیم هم داغش رو بنویسیم هم ایده کلیش اینه که شما هر چیزی که میخواین خودتون هر چیزی که میخواین دسترسی داشته باشین خودتون بنویسین ولی خب مثلا گریندا خودش میاد همه چی رو جنریت میکنه استفاده میکنیم این اینطوری نیست میگه چیزایی که میخواین کوئری که میخواین تو داو مینویسین و بعدا حالا هر کدومش خاصی مینویسین بعد استفاده میکنین شاید مثلا یه سری چیزا رو نیاز نداشته باشین که جنریت بشه ریلم خب اون از نظر پرفورمنسی مقدار بهتره ولی حالا من با یکی از دوستان داشتم خودم باش کار نکردم یکی از دوستان داشتم صحبت میکردم میگفتن که به درد سراش نمیارزه بعد یه موضوع دیگه ای که هست اون حجم پروژه رو یه مقدار میبره بالا بودن فهم کنم یه 3-3.5 میگ به پروژه اضافه میکنه سرعتش آره چون از خود اسکیولایت هم بالاتر الان
هم گفته از نظر پرفورمنسی بهتره اما حجم پروژه رو میبره بالا دیگه. چند؟ در حد چنده؟ فکر می‌کنم اونا 3-3.5 اضافه میکنه داشته. نمیتونه تو چون از اندیکه استفاده میکنه داره حجم بوده یعنی اندیکه رو داره ایمپورت میکنه سی باز باز داره ایمپورت میکنه اگه آزادی داره تو سیستم سی باز باز استفاده میکنی چی؟ همون 200 دلار باید نمیتونه تمام ازت بکنه اندیکه استفاده نمیکنه چون خود لایبرش رو امبد میکنه داخل کد باینریش رو برای همون میکرد یعنی حتی اگه از قرار داشته باشه باز هم این میکنه سه تا میامانی گذاشته نه نه اوکی مثلا اینکه اندر میکنید ولی بازم منظور که اگه از قبل داشته باشید یه حجم چیز خاصی از قبل نمیشه پس من از قبل داری یه دیگه اندیکه رو بسید یه سایی کار دیگه استفادهش بکنید نمیشه من تست نکردم من تست نکردم یعنی سومانی مک میگی بخاطر خود لایبرریه الان اتران کمش کردن شده یک و نیم مک بودن تو آپدیت جدیدشون گفتن کم کردیم یه سوتاقون که پیش میاد چیزی اضافه نمیکنه یعنی یه سری اینستراکشن ست سی پی آی مختلفه همون آرم و حالا مدل دیگه که زیاد استفاده نمیشه ولی اگه اندیکیتر استفاده کنیم یه چیزی اضافه نمیکنه چون اینستراکشن ست ها هستن یه کاری که حالا لرن کرده جدید خوبه اینه که فقط اون بخشی که نیاز داشته رو اضافه میکنه این نمیاد کل اینستراکشن ست ها رو بذاره واسه همین حجمش خیلی کرده هم شده هست بله؟ کلاسشون رو پروگرامی زروز کلن حالا تو این صحبتایی که شد میخوام خیلی از دوستان از آرم استفاده کنن به نظر خودتون حالا مزیت روم نسبت به آرم های دیگه چی بوده تا نسبت به گریندا و اورل حالا اسکیلومل بیتر و این مدل ها خودتون نظری دارید مزیتش چی بوده؟ من چه ابزرور برگرده رو نزم من هم محافظ بود میشیم من آریکسون که ساپورت میکنه یعنی گیریم داون من که ساپورت میکنه SQL بیتل ساپورت میکنه خیلی هم کلان ماده یه چیزی نوشتن حالا لایبرری سبوک این که بخواه خود بریسید برای همه چی میتونه بریسید ولی ارمان رو اگه متوجه شده باشید ما حرفی راجع به کوئری بیلدر نزدیم نداره بکنم؟ چرا نداره؟ نداره نداره؟ نداره؟ واسه چی کوری بیده نداره؟ واسه این مورا عذیت کنم درست کنم درست موقعی که می ساختن یادشون رفته بودم من واسه این نداره که الان گفتیم که گوگل اومد با این آر کامپوننت گفت که باگ رو کم کنم، کرش رو کم کنم یکم استیبل تر باشه برنامه اومد لایف سایکل رو معرفی کرد در همون راستا حالا اسکیل اومده یکم داینامیک بودنش کم شده توی روم ولی توی کامپایل تایم دیگه کوئریاتون رو چک میکنه اینه که دیگه توی ران تایم مطمئن باشید که کرش نمیکنه کوئری که میزنه بخواد یه نکته ای که از نظر من وجود داره اینه که اکثر اینکه با مدل پروژه کوچیک عرب وقت با پروژه انجام داده میشه کوتاه‌تر تمام پروژه تو دارم کوچیک حساب میشه سیستم اینجوریه که انقدر اسکیل نزده که میخوام کار سریع تر پیش بده که اون کوئری بیلدر عملا خیلی کار رو سریع انجام میده ولی وقتی توی سیستم بزرگ داره کار میکنی شاید دیگه بهت بگن آقا مثلا گیریم دوباره استفاده نکن چون که دقیقا همون کد رو به دوباره بخوام تو تهش باید بری تهش با گیریم دوباره که میری کد بزنی باید دقیقا بشینی تک تک اون اسکیل رو بنویسی خودت در نهایت دردسر بیشتر میشه آخرش هم اینجوریه که با استفاده نمیکنی از اون ولی این عملان اومده یه چیزی داده که وقتی شما توی پروژه بزرگی دارین استفاده میکنین همچنان میتونی از یه آدم سازباتی استفاده کنین یه بخشی از تایم میتونه سیف کنین توی پروژه بزرگتر هم توی پروژه کوچیکتر شاید همون گیرین داره اوکی بشه ولی اینجایی که
چون کاستومایزیشن میده، یعنی خیلی جا شرکت های بزرگ میان کار میکنن که میان بشن خودمون بنویسیم، چون من این همه کد بیلده و این همه این چکی نمیخوام، میخوام این مثلا بتونه اون کسیده رو انجام بده، میخوام اون کارا رو بتونه انجام بده، چون در واقع انجام نمیده. ولی این میتونه مثلا میتونه حداقل بشه گفت تو این دو تا تفاوت دیگه رو داشته باشه. اونم تعالی میگه اون اگه نگاه کرده باشه خیلی شبیه رتروفیت خیلی بخش هاش. اون دیتا اکسس آبجکت کارو میکنه که ورود به دیتا، دسترسی به دیتا فقط از طریق داو باشه که هم اشتباهات کم بشه، هم حاله دلیل دیگه هم داره. یه صحبتی که کردم دوستان گفتن اگه میخواین مثلا کلی اسکیولایت دارید استفاده میکنید همینطور، الان میخواین به روم مثلا کانورت کنید کد اسکیولایتتون رو چیکار کنید؟ یه چیزی که هستش، خب انتیتی ها که هستن، پروژه‌هاتون که هستن، یه چارت انوتیشن میذارید کارتون انجام میشه. ولی چرا داو باید تعریف کنید؟ اول از همه یه داوی جنریک میتونید تعریف کنید، کار خودتون رو راحت کنید، یعنی یه داوی که اینزرت رو ساپورت کنه، دیلیت رو ساپورت کنه، حالا کارهایی که کوئری نمیخواد بزنه، همون چهار تا سه تا اکشن اصلی، یعنی اینزرت، آپدیت و دیلیت رو ساپورت کنه، یه داوی جنریک همین کار رو واسه تون انجام میده. مورد دوم چیه که باید داو رو تعریف کنید حالا واسه کوئری زدن یا کار دیگه؟ یه چیزی که صحبت کردیم باز مزیت روم میتونه باشه اینه که دیتاتون لایبه، یعنی وقتی که توی دیتابیس عوض میشه بلافاصله دیتا عوض میشه. توی گرین داو الان خودتون کار کرده باشید دیدید دیتا رو کش میکنه، در این حد که حتی باید یه دور کلیر کش کنید دوباره مثلا فچ کنید، ولی روم دیگه این کارو نکرده، اومده دیتا خیلی لایب هستش، وقتی که از طریق داو دیتا رو دستکاری کنید متوجه میشه و اون دیتایی که قبلا داشتید رو آپدیت میکنه واسهتون. این هم دوباره یه مزیتیه که اگه احساس میکنید تو پروژه دیتا خیلی تغییراتش سریع هست و یه دیتا توی چند تا جای مختلف استفاده شده، من شدیدا رو ما توصیه میکنم استفاده کنید. خیلی اندیکی میخواد که این مبزه مشکل اندیکیش هم خیلی بزرگ نیست با آپدیت آخرش. چی دوستش نمیدونم؟ خیلی دوستش نمیدونم. یه بعد این رو دیگه هم که دوستم هست اینه که با آدم و در آدم میگه آبجکت نجده شما کلی رو صحبت کردن این جوریه در خود باز دوباره یک کلی تمیز رو شما خود رو باید بیانید آبجکتی که توش انوتیشن گذاشتین داد توی لایه دومین رو ایگنور کنید، یعنی میایید دوباره اونها اونجا رو تبدیل میکنید میده یه جای دیگه در نتیجه خیلی تفاوتی ایجاد نمیشه چه اتفاق داره میفته اونجا. حتی وقتی گرید آب استفاده میکنید که اون این آپشن آبجکت اورینتد بودن واقعیش رو داره، اونجا هم باز دوباره یه ریکوست میزنید. مثلا شما چند تا حالت مختلف دارید، یوز کیس تو ممکنه بگه من این دیتا رو با دیگه مجموعهاش میخوام، یوز کیس تو ممکنه بگه نه من فقط دیتا اصلی میخوام. اونجا خودتون حالا چه اگه گرین دو باشه اولی باید اون داتش رو صدا میزنید، دیتا رو میگیرید خودش میفرستین، اگر که یکی باشه باز اون رو جدا میکنید. توی پروژه کوچیک‌تر شاید مثلا تلویزیون باشه، ولی وقتی در نهایت باز دوباره میاد تو مونده رو داده کار میکنه تهشون باید تبدیل بشه از دید اینا، خاطر شاید فرق نکنه که داره چه اتفاقی تو سیستم میفرسته. چرا مثلا این حالا راجع به بدیه رو صحبت کنیم، الان چه بدی داشته به نظرتون؟ جی پی کیو ساپورت میکنه یا بعد کوئری پیور کوئری بنویسیم؟ من تست نکردم. من چیزی که دیدم، هر چیزی دیدم همه کوئری کاملا اسکیول بوده. اینجا نگیدن یکی هم بودن جی پی کیو نوشته باشن. حتی خب تناقض داره با اون که ریلیشن بخواد ساپورت بکنه دیگه. اگر بخواهم یک هم جی پی کیو ساپورت بکنه، مجبوره که ریلیشن هم سر در بیاره. چون من اونجا دیگه نمیخوام خودم جوین بزنم. بگم این فیل با این فیل رو که بگم مساوی باشن دیگه. موبیلیشن رو به علت دیگه ساپورت نمیکنه. یعنی بیشتر به خاطر این که واسه یوزرها خیلی سوء تفاهم ایجاد میشده سر قضیه کوئری و دید کوئری ساپورت نمیکنه، ولی اینکه حالا چیزای دیگه هم ساپورت کنه اسکیولش رو فقط من دیدم. حالا در آینده شاید ساپورت کنه ولی فعلا بعید میدونم. بدیه روم هم یکیش اینه که کوئری بیلدر نداره قبلا گفتیم، ولی یه چیز دیگه هست اینکه پروجکشن واسه یه جوین نداره. الان توی فیچر لیستاش هم هست اتفاقا
دیولوپر هم بهش اساین شده داره روی این قضیه کار میکنه. شما وقتی جوین میزنید حالا تو اسلیلایت میتونید دیتا رو هر جور دوست دارید پروژکت کنید، هر پروژه‌ای که میخواید بسازید اونو مثلا پرش کنید و بفرستید حالا استفاده کنید. ولی توی روم همچین چیزی ندارید، فقط باید یه پروژه تعریف کنید واسه اینکه جوین بزنید. این پروژه‌ای هم که تعریف میکنید شاید اصلا یه مدل سیستمتون نباشه، فقط یه دونه هولدره، دیتا هولدره که دیتا رو بریزید توش. و بعد این هم بزرگترین بدیش اینه که وان تو وان رو اصلا ساپورت نمی کنه، شما مجبورید دوتا کوئری بزنید جدا تا یه پروژه وان تو وان تازه بسازید. اینه که ترانزکشن اینجا به درد میخوره. حالا یه استفاده ترانزکشن گفتم، ولی استفاده اصلی ترانزکشن اینه که شما یه متد تعریف کنید توش هر کاری دوست دارید بکنید، یه انوتیشن ترانزکشن هم بزنید که این کار سریع انجام بشه. نزنید چی میشه؟ اتفاق خاصی نمیفته، ولی سرعتش در حد این کلام انتس گردن هم مثل 6-7 تا کوئری ساده. این روی تیبلی که 6-7 تا رکورد داشت 6-7 تا کوئری میخواستی بزنی تا 10 برابر سریع تر ترانزکشن. یاد باید به این که تیبلاتون هم پرپشت باشه دیگه. خدا سوال یه چیزی باز مورد نمشید. ممنون از همه تشریف رو بردید. حالا به عنوان اختتام میگم جلساتون هم یه سری از دوستان شاید قبلا نبوده باشن، ما هر جلسه میگیم این جلسات این ارائه که هم داشتیم کلن توسط دوستانی که خودشون کار کردن حالا یه موضوعی که بیشتر روش تسلط دارن و میان واسه باقی دوستان ارائه میدن، واسه همه آزاد هستش ارائه دادن. هر کسی که موضوع جالبی به ذهنش میرسه یا خودش موضوع کار کرده روش حالا یه تبحر نسبی داره میتونه بیاد و ارائه کنه. واسه اطلاعات بیشتر حالا میتونید کانالمون رو دنبال کنید، توی ایونت اطلاعات کامل گذاشتیم، ویدیو هر ارائه روی سایتمون آپدیت میشه و آپارات آپدیت میشه، میتونید اونجا ویدیو رو ببینید. مرسی از اینکه تشریف آوردید.